راه و رسم کار می دانیم ما، یاور مشکل پسندانیم ما. فریده اشراقی هستم و شما هموطنان عزیز را به دیدن برنامه ریل استیت اند فاینانشال مارکت از طریق رویال تایم تیوی دعوت می کنم. سلام عرض میکنم به بینندگان بسیار خوب رویال تایم تیوی. انشالله که حالتون خیلی خوب باشه. میدونم که هر کدوم از شماها همراه با ما با تلاش و کوشش زیاد و خستگی ناپذیر سعی میکنین که زندگی رو بگذرونین. حالا موفقیت های بیشتر یا کمتر فرقی نمیکنه. اون مهمه که انسان وقتی از صبح از خواب بیدار میشه هدفی در زندگی داشته باشه و هر کار مثبتی که پیش میره برای خودش یک پیشرفته. قرار نیست که ما از قله ها بالا بریم و در نوک قله ها باشیم تا اظهار خوشحالی بکنیم. هر کار و هر قدم مثبتی که برمیداریم، وقتی که شب میشینیم مینویسیم که برنامه فردای ما چی هست و بعد روز بعد خط میزنیم اون چی رو که انجام دادیم، اینا همه کاربرد زندگی و پیشرفت زندگیه. یه کمی هم قانع باشیم خیلی خوبه. اگه خودمونو به درد سرهای بزرگ نندازیم و بتونیم از خورشید زیبا و گرمیشو بگیریم و از مهتاب زیبایی روشناییشو بگیریم، خیلی راحت‌تر میتونیم زندگی بکنیم. شکرگزار باشیم و ببینیم که در زندگی چه نعمتهایی داریم که از اون قدردانی و قدرشناسی بکنیم از خدای خودمون. در هر صورت برنامه ریل استیت است و میدونم که دوست دارین که درباره ریل استیت بشنوید. همونطور که خودتون میدونین و آمار نشون میده، قیمت ها بسیار از سال پیش رشد بیشتری به خودش گرفته و درصد بالاتری برای ازدیاد قیمت رفته. حالا این البته برای فروشنده ها مژده بسیار خوبیه و شاید برای خریداران مژده بسیار خوبی نباشه، اما خب خریداران هم به امید این که آینده بهتری خواهند داشت بیشتر مشتاق شدن که خریداری بکنن و به خاطر همین است که ما این روزها مشکل داریم به خاطر اینکه اگر جایی رو پیدا میکنیم که مناسب هست، همه دارن دنبال میگردن، ولی جایی رو که مناسب هست پیدا میکنیم، میبینیم که دوباره قضیه آفر رو آفر اومدن ها شروع شده و بعد خلاصه دیگه زرنگی میخواد که بتونیم از در میون اون آفرهایی که داده میشه بدونیم چگونه پرزنت کنیم و چی بنویسیم که آفر شما یا ما قبول بشه. اما یک برنامه قشنگی با این هموطنان عزیز ایرانی ما داریم، خیلی جالبه. من که واقعا با تمام وجودم عشق می‌ورزم وقتی که با شماها کار می‌کنم و وقتی هم که بهم گوش نمیدین و تا میایین گوش بدین یه خورده برنامه‌ها بالاتر و پایین‌تر میره، خیلی برام جالبه. میگن فایده در آفیس کلر ویلیامی که از صبورترینه و سعی کردم که صبوریمو از دست ندم در این شغل بسیار نمیتونم بگم اعصاب خرد کن، من میتونم بگم که یکی از شغل‌هایی است واقعا ریل استیت که صبوری میخواد. ما به دوستان عزیز هموطن میگیم عزیزان من، شما بیاین اول کارهای خودتون رو انجام بدین، بعد به دنبال خونه گرفتن یا شاپینگ سنتر گرفتن یا آپارتمان بیلدینگ گرفتن باش. خیلی ما راحت میگیم که شما کار نداشته باشین. به قول اسپانیا، شما کار ما همه درست است، شما صبر کنید برای ما پیدا کنید، ما همه چیزامون درست. حالا میگی که پولتون کجا؟ سر جاشه دارد میاد. میگین که خب پریکوالیفایتون چی شده؟ ما وام گیرندمون گفت هر وقت خواستی بیا برات درست میکنه. خلاصه اینقدر ما از این دوستان مهربان و عزیز داریم، اما یه نکته که میخوام براتون بگم اینه که باور کنین اصلا کار اینطوری پیش نمیره. شما در سابق اسم و فامیلتون رو مینوشتین، یه آدرس هم میذاشتین، از خونتون هم میگفتین کار میکنم، 2 میلیون دلار 3 میلیون دلار هم میتونستین وام بگیرین.
امروزه برای یک وام 200,000 دلاری نمیگم بلا سرمو میارن، ولی واقعا دونه به دونه و مو به مو تمام زندگی فاینانشیال و کار و شغل و بانک و اون چرا که وجود داره اینها بررسی میکنن و سوال براشون پیش میاد. یه آقای بسیار به اصطلاح میتونم بگم پولداری آمدن جایی را خریدن و اوائل مثل عزیزانی مثل شما گفتن که ما همه چیمون درسته. وام این آقا که از هر لحاظ از نظر خودشون بسیار بسیار قابل توجه بود، یکی از مشکل ترین وام هایی بود که میشد گرفت، به خاطر اینکه هر که بامش بیش برفش بیشتر، یعنی سوالایی که این کاندیشن بهش میگیم، شرایطی که بانک ها میذارن برای یک فردی که به تصور خودش کارش خیلی عالیه، اما سوالایی که میکنن و مدارکی که میخوان اونقدر ریز به ریز و مو به مو هست که باور کنین در آخرهایی که دارن وام میگیرن دیگه کلافه میشن که آخه به این مسئله چی کار داره، بانک به اون مسئله چی کار داره. ولی باید بدونید که اگر شما به عنوان یک خریدار اون چی رو که میخواین خرید بکنین قیمتش رو بدونین، پیش قسطتون رو بدونین چقدر باید باشه و زندگی فاینانشیالی خودتون و مالی خودتون رو کاملا به وام گیرنده خودتون بگین، هیچ چیز رو پنهان نکنین، وقتی که وارد یک اسکرو میشین نه اعصابتون خراب میشه، نه نگران میشین، نه اینکه براتون خریده یه جایی به صورت یک مشکل بزرگ جلوه خواهد کرد. همون اول چه کسانی که بسیار پول میسازن، چه کسانی که محدودیت مالی دارن، یه چیزی میخوان بخرن مثلا 200,000 دلار، 180,000 دلار، نه 300,000 دلار، هر کسی به نوبه خودش باید شرایط مالیش، اینکه چقدر درآمد داره، چقدر قسط میده، معلوم بشه کردیت این فرد چگونه است، آیا متوسطه، آیا خوبه، آیا ملک دیگه ای داره نداره، اگر ملک دیگه ای داره آیا اجاره داده یا اینکه خودش زندگی میکنه یا خونه دومشه یا به عنوان آفیس استفاده میکنه، ملک تجارتی داره یا نداره، یا هر چقدر که در زندگی شما به مسئله ای که پیمنت داشته باشه، تکس داشته باشه، اینشورنس داشته باشه، آفیسی دارید که شما دارین در آفیس دارین کار میکنین، میگین لندر به آفیس من چه کار داره؟ خب آفیسی که شما دارید کار میکنید، شما اگر رنتی دارید قسط میدید، اگه خریدید دارید مورگیج میدید، تمام این مسائل یک به یک مورد سوال یک وام دهنده قرار میگیره و اینجاست که شما رو خسته میکنه، در صورتی که آمادگی نداشته باشید. ولی وقتی که شما فرض میکنیم که جایی رو میخواین خریداری بکنین، از قبل تمام مسائل خودتون رو با گیرنده ی وامتون، با مورگیج کمپانی خودتون، با بانک خودتون در میون بگذارین، اینا دونه دونه میگن که ما چه چیزایی رو از شما میخوایم. شما سر فرصت در زمان راحتیتون توی ویکنداتون فراهم میکنین و اگر اشکالی باشه از قبل میدونین. ماشاءالله سلیقه ما ایرانی ها واقعا عالیه، خونه ای میخوایم، جایی رو میخوایم، عالی سلیقمون. اگر یه چیزی میخوایم 500,000 دلاری بخریم، اگر وام دهنده ما گفته که شما بالاتر از 500,000 دلار لون نریم، سلیقمون روی 1,000,000. اگر میتونیم یه چیز 2,000,000 دلاری بخریم، سلیقمون روی خونه های 4,000,000 دلاری. و این مسئله که انسان واقع بینانه به مسائل نگاه نکنه باعث رنجش خود آدم میشه، وقتتون تلف میشه، خسته میشین. من بارها و بارها گفتم برای هر مقدار به اصطلاح خریداری که میخواین بکنین، به هر اندازه‌ای که باشه طرف سلیقش بالا میره. مشتری داشتم که جایی رو میخواست تا 6,000,000 دلار، میگفت منظره داشته باشه، حیات خیلی بزرگ داشته باشه، ویو به طوری باشه که شهر
تمام زیر شهر پیدا باشه، لند بسیار بزرگ باشه، داخل خونه متراژ بسیار بالایی داشته باشه و فرزن هالیوود هیلزم باشه. باورتون نمیاد که تا قیمت‌های 3.5 میلیون دلار یا 4 میلیون دلار هنوز می‌بینید اون چیزی که بخواد طرف رو راضی بکنه پیدا نمیشه. پس هر قیمتی برای خودش مشکل مخصوص خودش رو داره. تا زمانی که ما واقع بینانه به این مسئله نگاه کنیم، شما میخوان یه اینوستمنت پراپرتی بخرین، یه آپارتمانی بخرین، میگین من جایی رو میخوام بیشتر از 250,000 دلار نباشه به خاطر اینکه وامم بیشتر از اون قبول نمیشه. خب در لوکیشنی که شما نمیتونید اونجا رو بخرید، شما نمیتونید بگید من جایی رو میخوام فرضاً تا 300,000 دلار ولی برندوود باشه یا بیولی هیلز باشه. ما همون موقع بهتون میگیم که شما نمیتونین این کارو بکنین، نمیتونین یک چنین چیزی پیدا بکنین. یکی از عوامل مهمی که شما رو در خریدتون عقب میندازه اینه که واقع بینانه به مسئله نگاه نمیکنیم. در هر مورد از زندگی اگر ما حقایق رو به خودمون بقبولونیم، باعث میشه که درست قدم برداریم، به موقع قدم برداریم و صحیح قدم برداریم. خیلی هم خوبه که مشورت کنیم. بسیار 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 از خطرات و مشکلات بعدی ما نجات پیدا میکنیم وقتی که با حسابدار خودمون صحبت میکنیم. اگر شما چندین جا خریداری کردین، وقتی دارید خرید میکنید با حسابدارتون باید بگید مسئله من چگونه خواهد شد. اگر مشکلی دارید، مسئله دارید، با کاردان کار را به دست کاردان بسپارید. اما بعضی از شماها، بعضی از ماها فکر میکنیم که خب حالا که آفر رو آفر میره چقدر خوبه که ما به لیستینگ ایجنت مراجعه کنیم، خودش آفر رو مینویسه، پس بنابراین ما آفرمون قبول میشه و عالی میشه. حالا چه خوبیایی داره چه ضررایی داره؟ خب منم اگر لیستینگ ایجنت باشم دوست دارم که 2 برابر کمیسیون بگیرم، به خاطر که اگر 6% باشه و شما آفرتون رو بیاین به من نوعی لیستینگ ایجنت بنویسید حتما خوشحال خواهم شد. ولی یادتون باشه اگر من نوعی لیستینگ ایجنت هستم، تمام زیر و بم سلر رو میدونم، فاینانشیال سلر رو میدونم، چی میخواد میدونم. اون وقت شمایی که میخواین ازتون دفاع بشه، شمایی که یه آفر نوشتین حالا دارین دادین دست من و میخواین یه کسی مثل من که الان به قول امریکایی‌ها دور ایجنت هست و میخواد از دو طرف برای شما کار بکنه، من که میدونم آردی در فکر سلر چی هست، بنابراین من آنچنان که شما انتظار دارین به اون حدی که شما میتونین با بروکر خونتون از خودتون دفاع بکنین عملاً نمیتونم این کارو بکنم. نه اینکه نخوام، نمیشه واقعا، اما اگر یه فرد دیگه‌ای برای شما آفر بنویسه، فرض کنی که من که لیستینگ ایجنت هستم، اگر درخواستی داده بشه که فرزن ما خونه رو چک کردیم، آپارتمان رو چک کردیم، این مسائل منفی رو داره و حالا سلر شما بایستی که به ما 10,000 دلار 15,000 دلار کردیت بده به خاطر که این مسئله منفی رو داره. وقتی که من ندونم، از بایر زیاد ندونم و اینکه آیا بروکر در چه مرحله ای هست، سلر بنده یا فروشنده بنده ترس از اینکه ممکنه بایر رو از دست بده، سعی میکنه که باهاش کنار بیاد، سعی میکنه که بایر رو راضی بکنه. ولی وقتی که من خودم بایر رو میشناسم، سلرم میشناسم، خب میدونم که آیا مشتاق بودن این بایر چقدره و آیا سلر در چه شرایطی هست و بعد فکر میکنم اونقدر که میتونه نماینده خود شما برای شما و به نفع شما کار کنه، من نمیتونم کار کنم چون
دست من خالی است، چون به قول آمریکایی‌ها میگن is conflict of interest، وقتی برای هر دو در آن واحد کار میکنی بالاخره هر چی هم که بخوای عدالت رو رعایت کنی، چون یه مسائل رو میدونی، این وسط اون حالتی که شما نماینده خودتون بتونه انجام وظیفه بکنه نمیشه. من با اینکه الان اینجا به ضرر خودم دارم حرف میزنم، ولی تأکید میکنم که شما که دارید جایی رو خریداری میکنید، نماینده خرید شما اگزکتلی درست مثل اینه که مثل یک وکیل برای شما کار میکنه. شما دیدید که یه وکیلی بره هم از به اصطلاح موکل خودش هم از طرف مقابل دفاع کنه، همیشه دو تا وکیل دارن برای دو نفر دفاع میکنن، و بنابراین شما امکان داره که فقط بخواین یه جایی رو بگیرین، به خاطر همینم برین با لیستینگ ایجنت بنویسین. اما سعی بکنین کسی که براتون زحمت کشیده، افرادی که براتون به اصطلاح خونه رو پیدا کردن، مکان رو پیدا کردن، با اونها دست یک رنگی داده بشه و اجازه بدین اونا از حق و حقوق خودشون از مرحله اول تا مرحله آخر به نحو احسن دفاع بکنن. خدمت از شما عرض بکنم که همیشه میگین ریل استیت چه خبره، به ما بگو الان به اصطلاح پراپرتی ها چقدر در مارکت هست، چگونه هست. من الان کامپیوتر جلوی من هست و از طریق MLS میخوام که برم براتون نشون بدم که اگر فرضاً ما بریم و جدیدترین لیستینگ ها رو بخوایم نگاه بکنیم. اوکی، من توی قسمت MLS خودمون میرم که همه ماها از این قسمت استفاده میکنیم. البته شما بینندگان عزیزم میدونم که میرین از طریق زیلو نگاه میکنین MLS ها رو، یا از طریق realtor.com یا هرچی، ولی شما نگاه بکنین به عنوان یک خریدار. ما اگر بخوایم یک خونه ای رو خریداری بکنیم، به این صورت وارد کامپیوتر میشیم که اکتیف های جدید رو نگاه میکنیم. بعد فرض میکنیم که در تاریخ فرزن ما میایم از اپریل 4 حساب میکنیم ببینیم که الان در بازار چی اومده. از اپریل 4 15 و نگاه میکنیم به مزد میخوام از اپریل 15 به بعد نگاه میکنیم ببینیم چه پراپرتی در شهری که الان نگاه میکنم براتون. میخوایم ببینیم که در شهر فرض میکنیم انسینو چقدر لیستینگ آمده از اپریل 4. از اپریل 4 20 پراپرتی فقط در شهر انسینا آمده، که اگر نگاه بکنیم 20 پراپرتی تازه خیلی هاشم آپارتمان هست. نگاه میکنیم اگر که مینیموم آپارتمانی که در شهر انسینا آمده که 2 بدروم 1 بد هست 285,000 دلاره و میاد تا 3,899,000 دلاره. حالا اگر شما بخواین 3,899,000 دلاری رو یک نگاهی بهش بندازین، نگاه میکنیم میبینیم که این منزل که منزل بسیار قشنگیه، تقریبا 6 اتاق خواب داره با 7 حمام، 8,573 اسکوئر فیته و 18,000 لند داره. بسیار لند بسیار بزرگی است. و اگر بخواین عکسای اینجا رو تماشا کنین برای اینکه بهتر بتونین با این منزل آشنایی بشین، نگاه میکنین که بسیار منزل زیباییه و فضای بزرگی داره که ایرانی پسند هست، به خصوص که
زمین اون کارپت نیست. و شهر انسینو هم که میدونی که از شهرهای بسیار بسیار مورد پسند ایرانیای عزیزه، بسیار ایرانی ها در اونجا زندگی میکنن و شهریست که علاقه مند هستن به خاطر اینکه به تقریبا میشه گفت وسط قرار داره، یعنی زیاد دور نیست به وستساید و به دانتون لس آنجلس هم تقریبا حدود 35 دقیقه 40 دقیقه فاصله داره. حالا اگر بریم به ارزان ترین خونه ای که وجود داشت نگاه بکنیم، میبینیم که اگر من برم به قسمت شماره 14 فرض میکنیم، میخوایم ببینیم که شماره 14 در انسینو چی آمده. 659,000 دلار خونه ایست تقریبا سه خوابه دو حمامه، 1745 سکوئر فیت و 5,000 زیربنا داره که اگر عکس های این خونه رو بخواین تماشا بکنین میتونین به راحتی تماشا بکنین. خونه ای هست که تمیز به نظر میرسه، حیاته و در ورودیش نشیمن و اتاق باز لیوینگ روم یا نشیمن، آشپزخونه تمیز داره، باربیکیو اریا و حیات مناسب. وقتی صحبت از ارزون ترین خانه میشه در شهر انسینو و نگاه میکنیم میبینیم که اگر بخوایم سینگل فامیلی رو نگاه بکنیم ببینیم که ارزون ترینش در شهر انسینو به چه قیمت هست. البته از تاریخ 4 به اصطلاح فبروری 4 داریم صحبت میکنیم. خونه‌ی جدیدی که آمده در مارکت نگاه میکنیم 3 بدروم 2 بد 1265 سکوئر فیت که 499,000 دلار. یعنی پایین ترین خونه‌ای که از اپریل 4 آمده تو مارکت در انسینو این مقدار هستش. اگر که ما برگردیم به زمان رو عوض کنیم، یعنی من بیام بگم که اصلا ببینیم هر چی که در مارکت جدید هست در انسینو ببینیم که چی آمده در مارکت، اون چی که به اصطلاح در دسترس شما میتونه قرار بگیره در شهر انسینو و تاریخش هم از تمام تاریخ‌هایی که وجود داشته نشون داده بشه. بله، من متاسفانه وقت اونقدر ندارم، خیلی دوست داشتم که همراه با شما یک به اصطلاح برآوردی از بعضی شهرهای لس آنجلس در ولی وستساید یا اورنج کانتی داشته باشم. حالا شاید وقت بیشتری از رویال تایم تیوی بگیرم تا بتونم با شما شیر کنم که چه خبره در شهر، چه خبره. وقتی که شما میگین که من یه جایی رو میخوام در انسینو فرزن آپارتمانی میخوام که بشه 100,000 دلار، خب نمیشه، یا 150,000 دلار نمیشه. یا اگر شما بگین که من در بیولی هیلز آپارتمانی میخوام حدود 380 تا 400 تا، وقتی وجود نداره نمیتونیم براتون خریداری بکنیم. من به شما پیشنهاد میکنم که خودتون هم از طریق اینترنت به اصطلاح سایت های مختلف رو به خصوص realtor.com zillow.com میتونین نگاه بکنین. و مهمترین کاری که ما میتونیم انجام بدیم اینه که شما وقتی که انتخاب میکنید ما کار شما رو آسان میکنیم. شما 4 تا 5 تا 6 تا هر جایی رو که انتخاب کردین به شرطی که بتونین وام بگیرین یا انشالله بتونین کش بخرین، ما براتون برنامه ریزی میکنیم، به اصطلاح معروف اپوینمنت میذاریم و اینا رو تون تون در یک ساعت و نیم شما میتونین کاری که خودتون در عرض یکی دو هفته میخواین انجام بدین انجام میدین و انشالله شما رو به هدف خودتون اون اینوست کردن و انشالله خریداری های بسیار بسیار خوب میرسونیم. من براتون مثل همیشه بهترین ها رو آرزو میکنم، در خدمتون خواهم بود با تلفن بسیار 815-535-535-7 تماس بگیرید، برای من ایمیل بفرستین فریده FARIDEH sold@yahoo.com، برام ایمیل بفرستین، تکس کنین، تکس خیلی راحت همه. اگر شما جایی رو نگاه کردین و تکس بکنین فقط کافیه که شمارش رو بنویسین، مثلا 5832
فرزن، مهم نیست حتی شهرشو بنویسین، براتون پیدا میکنم، میگم هست میتونین بخرین یا تو اسکرو رفته. در هر صورت در خدمتون هستم، سوالی براتون پیش اومد، گرفتاری برای پرداخت قسطتون داشتین، حتما تماس بگیرین، میتونیم کمکتون بکنیم. و در هر موردی که سوالی براتون پیش اومد، حتما لازم نیست که الان خریداری بکنین، تلفن بزنین، ایمیل بفرمایین، ما شما را آماده خرید کردن در آینده میکنیم. مشتری دارم که الان میگه فریده من اگر فرزن یه جوره بخوام به 2 میلیون دلار بخرم باید چی کار کنم؟ از الان ما سعی میکنیم که شما را آماده بکنیم برای اینکه بدونید که اگر تکستون رو زیاد راید آف میکردین کمتر راید آف کنین. بهتون میگیم اینقدر درآمد لازمه، بهتون خواهیم گفت که پولتون رو چگونه در بانک بذارین و غیره و غیره. انشالله در هفته های آینده با هم صحبت میکنیم و بهتون میگیم که چه راههایی رو برید که بتونید به هدف خودتون برسین. براتون روزها و شبهای بسیار خوبی رو آرزو میکنم. تا هفته ی آینده خدا رو به خدای شما رو به خدای بزرگ میسپارم و امیدوارم که صلح در جهان باشه و آرامش در وجود شما و روح شما. خداحافظ. راه و رسم کار میدانیم ما، یاور مشکل پسندانیم ما. فریده اشراقی هستم و شما هموطنان عزیز را به دیدن برنامه ریل استیت اند فاینانشال مارکت از طریق رویال تایم تیوی دعوت میکنم.